عادت‌ها چگونه هویت شما را شکل می‌دهند؟ چرا تکرار عادت‌های بد اینقدر آسان و ایجاد عادت‌های خوب سخت است؟ کارهای کمی می‌توانند بیشتر از بهبود عادت‌های روزانه‌تون بر روی زندگی شما تأثیر داشته باشند. ادامه دادن عادت‌های خوب برای بیش از چند روز حتی با وجود تلاش صادقانه و انگیزه‌های زیاد هم سخت است. عادت‌های مانند ورزش کردن، مراقبه، شکرگزاری روزانه و آشپزی کردن برای یک یا دو روز جالب هستند و بعد از آن به یک گرفتاری تبدیل می‌شوند. با این حال هنگامی که عادت‌های شما مخصوصاً عادت‌های ناخواسته پایه‌گذاری شدند، به نظر می‌رسد که برای همیشه با شما می‌مانند. علی‌رغم میل باطنی‌مان، عادت‌های ناسالمی مانند خوردن غذاهای چرب، بیش از حد تماشا کردن تلویزیون، به تعویق انداختن کارها و سیگار کشیدن را به سختی میتوان ترک کرد. تغییر عادتهای ما به دو دلیل چالش برانگیز است. یک، ما سعی میکنیم فقط چیز اشتباهی را تغییر دهیم. دو، ما سعی میکنیم عادتهای خود را به نحوی اشتباه تغییر دهیم. در این فصل به دلیل اول و در فصل بعدی به مورد دوم می‌پردازیم. اولین اشتباه ما این است که سعی می‌کنیم آنچه اشتباه است را عوض کنیم. برای اینکه بهتر متوجه منظورم شوید، در نظر بگیرید که سه سطح وجود دارد که در آنها تغییر ممکن است رخ دهد. شما می‌توانید آنها را مانند لایه‌های پیاز تصور کنید. لایه اول، تغییر دادن نتایج. این سطح با تغییر نتایج شما مرتبط است. از دست دادن وزن، انتشار یک کتاب، قهرمانی در مسابقات. بیشتر اهداف تعیین شده شما با این سطح تغییرات مرتبط هستند. لایه دوم، تغییر فرایند. این سطح مرتبط به تغییر عادت‌ها و سیستم‌های شماست. اجرای یک روال جدید در باشگاه، مرتب کردن میز کارتون برای گردش کار بهتر، پیشرفت در یک تمرین مراقبه، اکثر عادت‌هایی که ایجاد می‌کنین با این سطح ارتباط دارن. سومین و عمیق‌ترین لایه، تغییر هویت. این سطح مربوط به تغییر باورهای شماست. جهان‌بینی، خویشتن‌بینی، قضاوت‌هایی درباره خودتان و دیگران. بسیاری از باورها و تعصبات با این سطح مرتبط هستند. نتایج چیزهایی هستند که به دست می آورید. فرایندها کارهایی هستند که انجام می دهید و هویت همان باورهای شماست. وقتی می خواهید عادتهای پایداری را به وجود آورید، مشکل این نیست که یک سطح بهتر یا بدتر از دیگری است. بسیاری از مردم با تمرکز بر آنچه که می‌خواهند به آن برسند، فرایند تغییر عادت خود را شروع می‌کنند. این عمل ما را به سوی عادت‌های مبتنی بر نتیجه هدایت می‌کند. روش دیگر ایجاد عادت‌های مبتنی بر هویت است. با این رویکرد با تمرکز بر اینکه می‌خواهیم چه کسی باشیم شروع می‌کنیم. تصور کنید که دو نفر در مقابل کشیدن سیگار مقاومت می‌کنند و می‌خواهند این عادت را ترک کنند. وقتی سیگاری به آنها تعارف می‌شود، اولین نفر می‌گوید: نه ممنون، در حال ترک سیگار هستم. به نظر می‌رسد این یک پاسخ معقول است، اما این فرد هنوز معتقد است که او یک فرد سیگاری است که سعی می‌کند کس دیگری باشد. او در حالی که همان باورها را دارد، امیدوار است که رفتارش را تغییر دهد. فرد دوم میگوید: ممنونم، من سیگاری نیستم. این یک تفاوت کوچک است، اما این حرف او یک تغییر در هویت را نشان میدهد. سیگار کشیدن بخشی از زندگی گذشته این شخص بوده، نه زندگی حال او. او دیگر به عنوان یک فرد سیگاری شناخته نمیشود. اکثر مردم در هنگام تلاش برای پیشرفت حتی تغییر هویت را در نظر نمی‌گیرند. این افراد صرفاً فکر می‌کنند: من می‌خواهم لاغر شوم و اگر این رژیم غذایی را ادامه دهم لاغر خواهم شد. آنها هدف گذاری می‌کنند و اقدامات لازم برای رسیدن به این اهداف را تعیین می‌کنند بدون اینکه باورهایی را در نظر بگیرند که اقداماتشون را جلو می‌برد.
آنها هرگز شیوه نگاه کردن به خودشان را تغییر نمی دهند و متوجه نیستند که هویت قدیمی آنها می تواند طرح‌های جدیدشان را نابود کند. در پس هر سیستمی از اعمال یک نظام باور وجود دارد. سیستم دموکراسی مبتنی بر باورهایی مانند آزادی، حکومت اکثریت و برابری اجتماعی است. نظام دیکتاتوری مجموعی از باورهای مختلف مانند اقتدار مطلق و اطاعت بیچون و چراست. شما می توانید راه‌های زیادی را تصور کنید تا در یک نظام دموکراسی مردم را به رأی دادن وادارید. اما چنین تغییر رفتاری در یک نظام دیکتاتوری هرگز موفق نخواهد بود. زیرا رأی دادن با هویت یک نظام دیکتاتوری در تناقض است. زمانی که درباره افراد، سازمان‌ها یا جوامع بحث می‌کنیم، یک الگوی مشابه وجود دارد. مجموعه‌ای از باورها هستند که سیستم هویت را شکل می‌دهند. رفتارهایی که ناسازگار با هویت خودمون هستند، دوام نخواهند داشت. شما ممکن است پول بیشتری بخواهید، اما اگر هویت شما کسی است که بیشتر مصرف کننده است تا تولید کننده، در این صورت همچنان به صرف هزینه‌های بیشتر و نه کسب درآمد بیشتر ادامه می‌دهید. شما ممکن است به دنبال سلامتی بهتری باشید، اما اگر همچنان راحتی را به موفقیت ترجیح می‌دهید یا اگر به جای ورزش کردن استراحت می‌کنید و همچنین اگر باورهای بنیادیتون را تغییر نمی‌دهید، باورهایی که منجر به رفتار گذشته شما شدند، در این صورت نمی‌توانید عادت‌هاتون را تغییر بدید. زیرا شما یک هدف جدید و یک طرح جدید دارید، اما هویتتون تغییری نکرده. داستان برایان کلارک، کارآفرین اهل بولدر، مثال خوبی است. کلارک به من گفت تا جایی که به یاد دارم همیشه ناخونهایم را می جویدم. وقتی جوان بودم این عمل به عنوان یک عادت عصبی شروع شد و سپس به یک کار ناخوشایند تبدیل شد. یک روز تصمیم گرفتم ناخون جویدن را تا زمانی که ناخونهایم کمی رشد کنند متوقف کنم. تنها از طریق اراده ذهنی توانستم این کار را انجام دهم. سپس کلارک کار شگفت‌انگیزی انجام داد. او گفت من از همسرم خواستم تا اولین جلسه مانیکور مرا هماهنگ کند. تصور من این بود که اگر برای پیراستن ناخونهایم پول بپردازم دیگر ناخونهایم را نمی جوم. و این کار مؤثر واقع شد، اما نه به خاطر پولی که می پرداختم. آنچه رخ داد این بود که با مانیکور کردن انگشتان من برای اولین بار واقعا زیبا شده بودن. مانیکور کننده حتی گفت که من واقعا ناخونهای سالم و جذابی داشتم. ناگهان من به ناخونهایم افتخار کردم، حتی اگر این چیزیست که من هرگز به آن علاقه نداشتم. اما تمام تفاوتها را به وجود آورد. من از آن زمان تا به حال هرگز ناخونهایم را نجویدم. حتی یک بار هم نشده که این کار را دوباره تجربه کنم. شکل نهایی انگیزه ذاتی زمانی است که یک عادت بخشی از هویت شما می شود. این که بگویید من شخصی هستم که این را می خواهد بسیار متفاوت تر از این است که بگویید من این شخص هستم. هر قدر غرور و افتخار بیشتری نسبت به جنبه ای از هویتتون داشته باشید، انگیزه بیشتری برای حفظ عادتهای مرتبط با آن را خواهید داشت. اگر به شکل موهای خود افتخار می کنید، تمام عادتها برای مراقبت و نگهداری از آن را در خودتان توسعه خواهید داد. اگر به اندازه بازوهاتون افتخار می کنید، هرگز تمرین در باشگاه را کنار نخواهید گذاشت. اگر به روسری هایی که می بافید افتخار می کنید، احتمالاً در هفته چند ساعت بیشتر به بافتن ادامه می دهید. هنگامی که به چیزی افتخار می کنید، با چنگ و دندان برای حفظ عادت هاتون مبارزه می کنید. تغییر رفتار واقعی تغییر هویت است. شما ممکن است به دلیل انگیزه یک عادت را در خودتان ایجاد کنید، اما تنها دلیلی که عادتی را ادامه می دهید این است که آن عادت بخشی از هویت شما می شود. هر کسی می تواند خودش را متقاعد کند که به باشگاه برود و یک یا دو بار غذای سالم بخورد. اما اگر باورهایتان را در پس این رفتارها تغییر ندهید، در این صورت ادامه تغییرات در دراز مدت سخت خواهد بود. اگر می خواهید عادت مطالعه روزانه را ایجاد کنید،
نباید هدفتان این باشد که یک کتاب بخوانید، بلکه هدفتان باید این باشد که به فردی کتابخوان تبدیل شوید که در طول زندگیش هزاران جلد کتاب خوانده و اکنون انسانی خردمند است. اگر می‌خواهید عادت دویدن روزانه را در خود ایجاد کنید، هدفتان نباید این باشد که در یک ماراتن شرکت کنید، بلکه هدفتان باید این باشد که تبدیل به یک دونده شوید. اگر می‌خواهید عادت تمرین روزانه موسیقی را در خود ایجاد کنید، هدفتان نباید این باشد که نواختن یک ابزار موسیقی را یاد بگیرید، بلکه هدفتان باید این باشد که به یک موسیقیدان تبدیل شوید. معمولاً رفتارهای شما بازتابی از هویت شماست. آنچه انجام می دهید نشان دهنده نوع فردی است که شما خواه آگاهانه یا ناخودآگاه باور دارید هستید. تحقیقات نشان داده که هنگامی که یک فرد به یک جنبه خاص از هویت خود باور داشته باشه، احتمال بیشتری داره که همسو با این باور عمل کنه. به عنوان مثال، فردی که ورزش کردن به هویتش مرتبط است، لازم نیست خودش را برای ورزش کردن متقاعد کند. انجام کار درست آسان است. زمانی که رفتار و هویت شما با هم همسو باشند، شما دیگر برای ایجاد عادت جدید مشکلی ندارید. شما خیلی راحت مانند فردی رفتار می‌کنید که باور دارید هستید. این هم مانند تمام جنبه‌های شکل‌گیری عادت یک شمشیر دولبه است. تغییر هویت وقتی به نفع شماست میتواند یک نیروی قدرتمند برای پیشرفتتون باشه. با این وجود زمانی که بر ضد شما کار کند میتواند سبب فلاکت شما شود. هنگامی که هویتی را پذیرفته اید، کورکورانه از هنجارهای مرتبط با هویت خودتون پیروی میکنید. مثلا وقتی این جملات را تکرار میکنید: من در آدرس دادن افتضاح هستم. من فرد سرخیزی نیستم. من در به یاد آوردن اسم افراد بد هستم. من همیشه تأخیر دارم. من نمیتونم به خوبی از تکنولوژی استفاده کنم. من در ریاضی بسیار بد هستم و هزاران مورد دیگر. وقتی برای سالها داستانی را برای خودتان تکرار کردید، آسان است که آنها را به عنوان یک واقعیت بپذیرید. در نهایت شما شروع به مقاومت در برابر کارهای خاص میکنید، زیرا با خودتان میگویید این من نیستم. یک فشار درونی برای حفظ رفتارهای سازگار با باورهاتون وجود دارد. شما برای جلوگیری از تکذیب خودتان هر کاری میکنید. هرچه یه فکر یا عمل ارتباط عمیق‌تری با هویت شما داشته باشد، سخت‌تر میتوانید آن را تغییر دهید. بزرگترین مانع تغییر مثبت در هر سطحی فردی، تیمی یا جامعه تضاد هویت است. به طور مثال، اگر سحرخیز نبودن را بخشی از هویت خودتون بدانید، حتی اگر آگاه باشید که سحرخیز شدن زندگی شما را متحول می کند، حاضر نخواهید بود که سحرخیز شوید، زیرا این عادت با هویتی که برای خود تعریف کرده اید در تضاده. در طولانی مدت دلیل واقعی این که شما نمی توانید عادتهای پایداری داشته باشید اینه که خیشتن بینیتان سر راه شما قرار می گیره. به همین دلیل است که نباید بیش از حد به یک نسخه از هویتتون وابسته شوید. رشد و پیشرفت نیازمند کنار گذاشتن باورهای غلط است. تبدیل شدن به بهترین نسخه خودتون مستلزم اینه که به طور مداوم باورهای خود را بررسی و ویرایش کنید و هویت خودتون رو ارتقا و گسترش دهید. حالا به سوال مهمی میرسیم. اگر باورهای شما چنین نقش مهمی را در مورد رفتار شما ایفا میکند، این باورها دقیقاً از کجا میآیند؟ دقیقاً هویت شما چگونه شکل میگیرد و چگونه میتوان به تدریج جنبه‌های منفی هویت خود را حذف کنید که سد راه شما شدند؟ فرایند دو مرحله‌ای برای تغییر هویت شما. هویت شما از عادت‌های شما سرچشمه می‌گیرد. شما با باورهای کنونی خودتان متولد نمی‌شوید. هر باوری از جمله آنهایی که درباره خودتان تصور می‌کنید از طریق تجربه آموخته و شرطی می‌شوند. به طور دقیق‌تر عادت‌هایتان هویت شما را به تصویر می‌کشند.
هنگامی که هر روز تختتان را مرتب می‌کنید، شما هویت یک فرد مرتب و منظم را به تصویر می‌کشید. وقتی هر روز می‌نویسید، شما هویت یک فرد خلاق را به تصویر می‌کشید. وقتی هر روز ورزش می‌کنید، هویت یک فرد ورزشکار را به تصویر می‌کشید. وقتی هر روز شکرگزاری می‌کنید، هویت یک فرد شکرگزار را به تصویر می‌کشید. وقتی هر روز تمرین موسیقی می کنید، هویت یک موسیقیدان را به تصویر می کشید. هرچه بیشتر رفتاری را تکرار کنید، بیشتر هویت مرتبط با آن رفتار را تقویت می کنید. در حال حاضر هویت شما هرچه باشد، تنها به این دلیل آن را باور دارید که شواهدی برای اثبات آن دارید. اگر تمام یک شنبه ها به مدت 20 سال به کلیسا بروید، شما شواهد و اثباتی دارید که فردی مذهبی هستید. اگر هر شب به مدت چند ساعت دروس دانشگاهیتون رو مطالعه می کنید، شواهدی وجود دارد که شما درس خوان هستید. اگر حتی در هنگام بارش برف برای ورزش کردن به باشگاه می روید، شواهدی وجود دارد که متعهد به تناسب اندام هستید و خودتان را فرد ورزشکاری می دانید. هرچه شواهد بیشتری برای اعتقاد و باوری داشته باشید، باورتون نسبت به آن عمیق‌تر می شود. من در بیشتر دوران زندگیم خودم را به عنوان یک نویسنده نمی دیدم. اگر از هر کدام از معلمان دبیرستان یا استادان دانشگاه هم بپرسید، آنها به شما می گویند نوشتن من در بهترین حالت متوسط بود. با اطمینان میگویم که من در کار نوشتن برجسته نبودم. وقتی کار نوشتن را شروع کردم، در چند سال اول تمام دوشنبه ها و پنج شنبه ها مقاله جدیدی را منتشر میکردم. وقتی شواهد بیشتر شد، هویت من به عنوان یک نویسنده افزایش یافت. من به عنوان یک نویسنده شروع نکردم، بلکه از طریق عادتهایم تبدیل به یک نویسنده شدم. البته عادت‌های شما تنها مواردی نیستند که بر هویت شما تأثیر می‌گذارند، اما به دلیل تکرار آنها معمولاً مهم‌ترین‌ها هستند. هر تجربه‌ای در زندگی خیشتن‌بینی شما را تغییر می‌دهد. بعید است که تنها با زدن یک ضربه به توپ یا کشیدن یک نقاشی خودتون رو فوتبالیست یا هنرمند بدانید. اما وقتی این اقدامات را تکرار می کنید، شواهد بیشتر می شوند و خویشتن‌بینی شما شروع به تغییر می کند. تأثیر تجاربی که تنها یک بار آنها را انجام داده اید از بین می روند، در حالی که اثر عادتها با گذشت زمان تقویت می شود و این یعنی عادتها بیشتری نقش را در ایجاد هویت شما بازی می کنند. به این ترتیب فرایند ایجاد عادت‌های مثبت در واقع فرایند تبدیل شدن به خود بهترتان است. این یک تکامل تدریجی است. ما در یک بشکن زدن و یک تصمیم آنی نمی‌توانیم شخصیت خود را در همان لحظه تغییر دهیم. ما ذره ذره، روز به روز و عادت به عادت تغییر می‌کنیم. هیچ کاری به تنهایی نمی‌تواند باورهای شما را کاملاً تغییر دهد. اما وقتی این کارها و شواهد بیشتر شوند، بخش ناخودآگاه ذهنتان کم کم هویت جدید را قبول می کند. عملی ترین راهکار برای تغییر کسی که هستید، تغییر آنچه انجام می دهید است. هر بار که یک صفحه می نویسید، این پیام به بخش ناخودآگاه مغز شما ارسال می شود که یک نویسنده هستید. هر بار که ویولون زدن را تمرین می کنید، این پیام به بخش ناخودآگاه مغز شما ارسال می شه که شما یک موسیقیدان هستید. هر بار ورزشی را شروع می کنید، این پیام به بخش ناخودآگاه مغزتون ارسال می شه که شما یک ورزشکار هستید. هر بار که کارمندتون را تشویق می کنید، این پیام به بخش ناخودآگاه مغزتون ارسال میشه که شما یک رهبر هستید. هر عادت نه تنها نتایجی را باعث میشود، بلکه چیزی بسیار مهمتر را به شما میآموزد. اینکه به خودتان اعتماد کنید. شما کم کم باور میکنید که واقعا میتوانید این کارها را انجام دهید. هنگام که شواهد افزایش پیدا میکنند،
داستانی هم که برای خودتان تعریف می‌کنید تغییر می‌کند. مسلماً برعکس آن هم صادق است. هر زمان که بخواهید عادت بدی را انجام دهید، همانند این است که یک رأی به صندوق هویت قبلی خود ریخته اید. خبر خوب اینه که لازم نیست کامل باشید. در هر انتخاباتی ما به هر دو طرف رأی می دهیم. شما به یک رأی متفق القول نیاز ندارید تا برنده انتخاباتی باشید. شما تنها به اکثریت آرا نیاز دارید. مهم نیست که چند رأیتون رو به یک رفتار بد یا یک عادت غیر مفید بدهید. هدف شما اینه که بتونید بیشترین رأی رو برای عادت مثبت خود جمع کنید. دلیل واقعی این که چرا عادت‌ها مهم هستند. تغییر هویت برای تغییر عادت مهمترین نکته است. در ادامه این کتاب دستورالعمل‌های گام به گامی را در مورد نحوه ایجاد عادت‌های بهتر در خودتان، خانواده، تیم، شرکت و هر جای دیگری که می‌خواهید آموزش خواهیم داد. اما سوال واقعی این است: آیا فردی که می‌خواهید می‌شوید؟ گام اول چه چیزی یا چگونه بودن نیست، بلکه چه کسی بودن است. شما باید بدانید که می‌خواهید چه کسی باشید. در غیر این صورت تلاش برای تغییر مانند قایق بدون سکان است و به همین دلیل ما از اینجا شروع می‌کنیم. شما قدرت تغییر باورهای خود را نسبت به خودتان دارید. هویت شما یک چیز ثابت و غیر قابل تغییر نیست. شما در هر لحظه انتخابی دارید. میتونید هویتی را که امروز میخواهید را با عادتهایی که امروز انتخاب میکنید تقویت کنید و این ما را به اهداف عمیق‌تر این کتاب میرساند و اینکه چرا عادتها واقعا مهم هستند. در نهایت عادت‌های شما مهم هستند، زیرا کمک می‌کنند که به شخصیتی که می‌خواهید تبدیل شوید. عادت‌ها کانال‌هایی هستند که از طریق آن عمیق‌ترین باورهاتون رو در مورد خودتون توسعه می‌دهید. در واقع به عادت‌هایتان تبدیل می‌شوید.